میگه که دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ. ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. دانی که چه مانم پس از اون باقی، مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. سلام سلام خدمت تمامی شاگردهای گل پایه دوازدهم. امیدوارم هر جا که هستین بهترین ها براتون اتفاق بیفته، دلتون شاد، لبتون خندون، در مسیر اهدافتون باشید، پر انرژی، با انگیزه. عرفان بنواری هستم، مدرس درس دوست داشتنی و جذاب شیمی. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم با یه کار خیلی خفن. بحث همایش شب امتحانیمون هستش برای امتحان نهاییمون و نمونه سوالاتی رو می‌خوایم برای شما حل کنیم و یه کار فوق‌العاده جذاب برای اولین بار کردم که می‌خوام بیام تیپ بندی رو بهت بگم که شما اگر این تیپ بندی رو بلد باشی، اصلا نیازی نیست که ما بگیم این سوال میاد یا نمیاد، شما کافیه فقط تیپ بندی‌ها رو بلد باشید، بالغ بر 12 الی 15 نمرتون تضمین شده است و کار رو جلو می‌بریم. خب همونجوری که بچه‌ها در جریان هستین، شما شنبه امتحان نهایی دارید و شیمی سال 12 هم 4 فصله. فصل اولش بالغ بر ارزم به خدمت شما 5.5-6 نمره ازش سوال مطرح میشه، فصل دوم 5 نمره، فصل سوم 4 نمره و فصل چهارم 4.5 نمره ازش سوال مطرح میشه. پس فصل خیلی مهمیه و یه نکته میخوام بهت بگم. ببینید بچه ها، یک، آقا زرنگ باش. یعنی چی؟ آقا شیمی بدون محاسبات میشه؟ نه. پس قطعا سوالات محاسباتی شما فقط از فصل 1 و فصل 2، یعنی احتمالش خیلی کمه که از فصل 3 و 4 ما محاسباتی داشته باشیم، ولی محاسباتی برات آوردم. نکته دوم، هر چیزی که من اینجا دارم برای تو حل میکنم به عنوان تیپ بندی، تو باید اون قسمت مسلط باشی. من بهت قول میدم با این سوالاتی که من آوردم و با احتمالی که میدم، راحت بالغ بر 17-18 نمره رو شما میتونی تو امتحان شنبه کسب بکنی. چرا؟ چون تو سال گذشته من نمونه سوالاتم 18 نمره تشابه داشتم، تشابه داشتم، یعنی اعدادم حتی عوض نشده بودن. خب ببینید بچه ها، بریم با هم دیگه فصل یکو شروع بکنیم. تیپ اولمون هستش، میگه در جدول زیر برخی ویژگی های کلوئید با مخلوط های دیگر مقایسه شده. آقا این جدول باید بلد باشی. سه تا چیز داره: سوسپانسیون، کلوئید، محلول. گفته آ، ب، پ، اینها رو ما باید پر بکنیم. میگه رفتار در برابر نور. خب ما میدونیم سوسپانسیون نور رو پخش میکند، آفرین، کلوئید نور رو پخش میکند، محلول نور رو پخش نمیکند، بلکه عبور میده، نور رو عبور میده. همگن بودنش، خب سوسپانسیون ناهمگنه، کلوئید ناهمگنه و محلول یک مخلوط همگن هستش، درود بر تو. از لحاظ پایداری، آقا کلوئید هم پایداره همانند محلول. یعنی چی؟ یعنی تهنشین نمی شود، درود بر تو. اما چیزی که خیلی مهمه و خیلی از بچه ها نمی دونن، ذره های سازندش. عزیز من، سوسپانسیون ذرات سازندش، ذره های ریز ماده هستش. کلوئید بحث توده مولکولیه و برای محلول ها یون ها مولکول ها میشن. پس این هم بحث تیپ اول سوالیمون هستش. نکته اول، حواست به این جدول کتاب درسی باشه. بریم سراغ تیپ دو. آقا نگاه کن، من هر تیپیو که میرم، تاثیربردار ما لطف میکنه میاد روی تخته، تو نگاه میکنی و زمانی که من میخوام حل کنم دوباره من هستم و تخته و با هم دیگه حل میکنیم. تیپ دو رو نگاه کن، میگه تصویر زیر الگویی از صابون و اسید چرب و استر سنگینه. میگه با توجه به آنها به پرسش ها پاسخ دهید. خب بیا اینجا با هم بریم حلش کنیم. میگه چربی ها مخلوطی از کدام ترکیبند؟ من میدونم چربی مخلوطی از، درود بر تو، اسید چرب و استر بلند زنجیره. اسید چرب چیه؟ اسید چرب یک کربوکسیلیک اسید بلند زنجیره. کربوکسیلیک اسید چیه؟ فرمولش R کو کو. ولی استر چیه؟ استر کوره، R کور
کور هستش. خب شاگرد عزیزم میگه چربی ها مخلوطی از کدام ترکیب هم؟ میشه یک اسید چرب یعنی ترکیب یک، و استر بلند زنجیر میشه ترکیب دو. میگه کدام ساختار مربوط به اسید چربه؟ عزیز من یاد بگیر ساختار اسید چربو. این ساختار اسید چربه میشه یک. میگه نیروی بین مولکولی قالب در ترکیب دو چیه؟ قطعا از نوع واندروالسی نیروی بین مولکولی که بلد بودی، یا شما هیدروژنی بود یا واندروالسی. خب این واندروالسی هستش دیگه، قسمت ناقطبیش هم بزرگه. میگه کدام ترکیب در آب میشه صابون؟ آقای بنواری این صابونه؟ بله. بیا اینجا ببینم، بیا اینجا ببینم صابون چی بود؟ صابون آرک سی او یک بار منفی بود که اگر کاتیونش NI مثبت بود بهش میگفتیم صابون جامد، اما اگر کا مثبت و آمونیوم بود بهش میگفتیم صابون مایع. نکته خوشگل، صابون هم جزء کاتیونی داره هم جزء آنیونی داره، و نکته خوشگلتر خدا که هم قسمتی قطبیش و هم قسمت ناقطبیش جزء آنیونی شما هستش. این نکات رو حواست باشه. بریم یه سوال دیگه با هم حل کنیم. درود بر تو. تیپ 3 رو نگاه کن. سوال در حد عربستان سعودی. میگه پیچ یک نمونه آب سیب برابر با 4.7 نسبت غلظت یون هیدرونیوم به یون هیدروکسید را به دست بیارید. عزیز دل من، این فرمولایی که من اینجا حل میکنم قطعاً توی امتحان شنبه میاد، قطعاً توی امتحان شنبه میاد. بیا اینجا ببینم. خب میگه پیچ 4، درود بر شرفت، پیچ 4.7. فرمول خوشگل چی بود؟ میگفت اچ مثبت میشه 10^-منفی پیچ، 10^-منفی 4.7. علی یارت چه کارش کنم؟ گفتم حاصل ضرب دو عدد که تو لگاریتمشو بلدی. یعنی چی بنواری؟ یعنی من اینو میتونم بنویسم 10^-5 ضرب در 10^-3. هفته سوم مهر ماه اول دبستان بهت ضرب تواندار یاد دادن، گفتن اگر پایه های یکسان پایه رو مینویسید توانا جمع میشه، منهای 5 به علاوه 3 میشه منهای 4.7. ای 3 لوگ چیه؟ درود بر تو، لوگ 2. پس غلظت اچ مثبت میشه 2 ضرب در 10^-5. احسنتم، احسنت. فرمول خفن چی بود که برای آب بود؟ میگفتیم اچ مثبت در او اچ منفی میشه 10^-14. حالا اچ مثبت رو به من داده چند؟ 2 ضرب در 10^-5. یه روش خفن از اون روشایی که من در به اصطلاح تورو جتم میگم به بچه ها، میگم توان رو برسون به 15، عدد رو برسون به 10. خب OH منفی 2 ضرب داره چه عددی میشه؟ میشه 10. 5 10^-5 ضرب داره چه عددی میشه؟ میشه 10^-15. اوکی 10^-10. پس غلظت OH منفی به دست میاد، عشق کن. حالا بریم ادامهش. میگه نسبت غلظت هیدرونیوم به یون هیدروکسید. علی یارد، هیدرونیوم 2^-10^-5. این ور هیدروکسید 5^-10^-10. میاد بالا میشه 2^-10^5 به روی 5. یه دونش بیاد اینجا میشه 20، میشه 4^-10^4. پس غلظت رو به دست آوردم. تموم، خداحافظ. دو تا فرمول مهم گفتم، اولی این فرموله، دومی این فرموله که قطعا ازش استفاده میشه. بریم سراغ تیپ 4. تیپ 4 رو نگاه کن. میگه با توجه به محلول 4000 مول بر لیتر، اوکی، 4 به اصطلاح 1000 مول بر لیتر هیدروفلوریک اسید با درصد یونش 2.5% غلظت یون هیدرونیوم به دست بیار. فرمول دوم عزیزم، فرمول دوم میشد غلظت اچ مثبت ام ان آلفا. من اینجا یه دونه لیزر داشتم، لیزرم نیستش الان. آلفا
درجه یونشه در فرمول درصد یونش نذاری. اگر اینجا به تو گفته درصد یونش، به جهنم که گفته درصد یونش، تقسیم بر صد بکنم میشه درجه یونش. حالا بیا اینجا اچ مثبت من چی میشه؟ اممو دارم، بله، 4 ضرب در 10 به توان منفی 3. این ظرفیت اسیده، یک اسید تک پروتون داره، 1 آلفا 2.5%، 2.5% رو تقسیم بر 100 میکنم. پس الان غلظت اچ مثبتمو به دست میارم، این که میشه 4 ضرب در 10 به توان منفی 3، 2.5. من اینو می نویسم 25 ضرب در 10 به توان منفی 1، اینم که 100 میاد بالا میشه 25 ضرب در 10 به توان منفی 3. این 4 تا 25 تا میشه 100 تا، با این میره میونه 10 به توان منفی 1 میشه 1 ضرب در 10 به توان منفی 4. حالا میگه پی اچ فرمول خفن چی بود؟ فرمول خفنه برای به دست آوردن پی اچ میگفتیم میایم از غلظت اچ مثبت منفی لوگاریتم بگیریم. شاگر نمیدونه، سر کلاس بلواری نبوده عزیزم، پی توی شیمی یعنی منفی لوگ غلظت، یعنی وقتی تو میگی پی اچ یعنی منفی لوگ غلظت اچ مثبت، وقتی میگی پی کوفت یعنی منفی لوگ غلظت کوفت. خب حالا من اچ مثبت دارم، پی اچ من میشه منفی لوگ 10 به توان منفی 4، این میاد پشت، منفی منفی میشه مثبت، پی اچ تو به دست بیاد 4 و سلام نام تمام. اینم حلش کردیم. بیا اینجا، به به، تیپ 5 رو نگاه کن، تخته رو، تیپ 5 میگه با توجه به جدول زی به پرسش ها پاسخ دهید. یه جدول آورده که 4 تا برای من اسید قرار داده توش. خب در دلش قرمز بیاد بالا، میگه محلول کدام اسید پیچ بیشتری دارد؟ سولفوریک اسید ثابت یونش بسیار بزرگ. عزیزم بله، شیمی چند میشی بابا؟ بابا من شیمی 20 میشم، 20 تا امکان نداره، نمره میاد 8.75. برنامه رفت برای شهریور ما، دیگه نمیتونی سامر تایم برگزار بکنی. چرا عزیز من؟ من یه سوالی از تو دارم، 2 بزرگتره یا 3؟ 3. 7 بزرگتره یا 3؟ 7. وقتی به تو میگه محلول کدام اسید پی اچ بیشتری داره، یعنی پی اچ تو به 7 نزدیکتره. چی به 7 نزدیکتره؟ درود بر تو، اسید تو ضعیفتر باشه، کدوم اسید از همه ضعیفتره؟ فرمیک اسید HQ. چرا؟ چون کایه‌هاشو نگاه کن، از همه کوچیک‌تره. اینا که اصلا بزرگ اسید قوی‌ان، چی بین اینا 10 به توان‌هاشو بزرگ‌تره دیگه، یکسان هر دو تا. پس ببین به عدد نگاه کنیم، 1.8 کوچیک‌تر 4.5، پس میشه HQ. میگیم کدام محلول رسانایی ضعیف‌تره؟ قطعاً اونی که اسید ضعیف‌تریه. چرا؟ باز اینجا میگیم هر چقدر که کای آی شما کوچیک‌تر باشه، باعث میشه میزان یونش شما کمتره، یعنی کمتر به یونهای سازندش و یون تولید میکنه، پس جریان الکتریکی ضعیف‌تره. حالا اینجا رو نگاه کن، میگه اگر محلولی از نیتریک اسید با پی اچ 3 داشته باشیم، غلظت یون هیدرونیوم به دست بیار. خب کاری نداره، وقتی به من میگه پی اچ من 3، فرمول خفنه چی بود؟ میگفتم اچ مثبت میشه 10 به توان منفی پی اچ میشه 10 به توان منفی 3. از اونجایی که نیتریک اسید یک اسید قویه و یونشش یک طرفه است، میشه اچ مثبت به علاوه NO3 منفی، و وقتی این غلظتش 10 به توان منفی 3، چون ذرایب 1:1، غلظت NO3 یک بار منفی یعنی یون نیترات هم برابر میشه با 10 به توان منفی 3. نکته رو یادداشت کن، هر چقدر در اسیدت کای آ بزرگتر، یون بیشتری تولید میکنه، یونشش بیشتر بوده، قدرت اسیدیش بیشتر بوده و واکنش پذیریش با فلزات دیگه بیشتره، و اگر با فلز واکنش بده گاز بیشتری تولید میکنه. اینم از نکته این سوال.
ببین در کنارش دارم به تو درسم میدم. تیپ 6، بریم پاک کننده بازی بکنیم. بیا اینجا. میگه با توجه به جدولیزی به پرسش ها پاسخ دهید. چشم. 4 تا برای ما پاک کننده آورده. رو هوا باید بزنی اناوچ خورنده، بی مایه، سی غیر صابونی و دی صابون جامد. میگه کدام پاک کننده صابون مایه هست؟ بی، خداحافظ. میگه کدام پاک کننده افزون بر برهم کنش میان ذره ها با آلاینده ها واکنش میدن؟ NaOH میشه A. چرا؟ چون پاک کننده های خورنده با آلاینده ها هم واکنش میدادن، مثل سود سوزاور، سدیم هیدروکسید، مثل هیدروکلوریک اسید که یک اسید قویه. میگه قسمت P تعیین کنید پاک کننده سی یا دی در آب سخت خاصیت پاک کنندگی خود را حفظ میکنند. چرا؟ خب قطعا سی حفظ میکنه. دلیلش اینه عزیز دل من، این پاک کننده غیر صابونیه. پاک کننده غیر صابونی با یونهای موجود توی آب سخت بود. MG دوباره مثبت، کلسیوم دوباره مثبت، رسوب نمیده، رسوب نمیده. بیا اینجا تعیین کنید بخشید سوالتو رو قرآن مجید. فلان در پاک کنندگی آب دوست یا آب گریز؟ خب آب گریز دیگه، این همه زنجیره کربنی میشه ناقطبی دیگه، آب که قطبیه. بنواری؟ بله. تو که انقدر خوبی میشه به من اون دوتا واکنش تشکیل رسوبم بگی؟ بیا. ما گفتیم آب سخت چی داشت؟ استقلالی ها میگفتن MG دوباره مثبت داره و کلسیوم دوباره مثبت داره. اما عزیز دل من توی آب ما فقط این یونها رو که نداریم، اینو تو ترکیب داریم. گفتیم صابون اگر بیاد، مثلا این صابون جامد منه، بیاد توی آب سخت باشه، مثلا منیزیم کلورید و کلسیوم کلورید، منیزیم میگه سدیم، میگه بله برو از ترکیبت برو بیرون، میشه RCOO توی پرانتز 2 MG جامد، این ورم میشه RCOO2 کلسیوم جامد. میبینی؟ یعنی داره رسوب میده. پس این رسوب دادنه از قدرت پاک کنندگیش داره کاسته میشه و چیزم تولید میکنه دیگه. وقتی اینا جاش عوض میشه، اون ورم میشه دوتا NaCl، اینجا میشه دوتا NaCl. اینم از این نکته. بریم تیپ 7. بیا تیپ 7 سوالو بخون ببینم. میگه pH در نمونه ای از محلول یک خاک زمین کشاورزی برابر 6. شاگرد من رو هوا باید بزنه وقتی pH 6، H مثبت من 10 به توان منفی 6. چرا؟ چون بنواری بهش فرمول داد، گفت H مثبت بشه 10 به توان منفی pH. میگه تعیین کنید برای کاهش میزان اسیدی بودن خاک، یعنی کاهش پیدا بکنه، بهتر است به محلول کدام ماده اضافه بشه؟ کلسیوم اکسید یا N2O5؟ خب باید کلسیوم اکسید به اصطلاح اضافه شه. چرا؟ دلیلش اینه که یک اکسید فلزیه، اکسید فلزی در آب تولید باز میکنه، پس میتونه خنسا بکنه. میگه غلظت یون هیدرونیوم و هیدروکسید در این محلول چقدره؟ خب الان وقتی pH تو 6، در نتیجه غلظت H مثبت تو فرمولش میشه 10 به توان منفی pH، میشه 10 به توان منفی 6. حالا من گفتم در دمای اتاق حاصل ضرب غلظت یون هیدرونیوم در غلظت یون هیدروکسید میشه 10 به توان منفی 14. H مثبت تو 10 به توان منفی 6. خب از اینجا OH تو میشه 10 به توان منفی 8. تمام، تمام شد. تیپ 8 رو نگاه کن. میگه اگر غلظت اسید برابر 200 باشد و ثابته تعادل 1.8 × 10 به توان منفی 5 باشد، غلظت یون هیدرونیوم رو در محلول زیر به دست بیارید.
خب این چیه؟ این استیک اسیده. آقا استیک اسید چیه؟ من به استیک اسید میگم استیک اسید. میاد توی آب تعادلی. چرا تعادلیه؟ دلیلش اینه که یک اسید ضعیفیه. من بهت گفته بودم اسیدهای قوی بازهای قوی یونششون یک طرف است. هر چقدر اسید و باز بریزی همون قدرم یون داره تولید میشه. اما برای اسیدهای ضعیف که به اصطلاح ضعیفن یونششون دو طرف است کم یونش پیدا میکنن. سوال در حد کابل. آقا ثابت پای آ ثابت اسیدی میشه غلظت فراورده ها به توان ضریب، این که میشه یون هیدرونیوم در یون استات به غلظت خود اسید. خب ثابت یونش رو به من داده 1.8 ضرب در 10 به توان منفی 5، غلظت اسید هم داده 2 ضرب در 10 به توان منفی 2 یا 0.02 مولار. از طرفی چون اینا نسبتشون 1:1 پس من میتونم بگم غلظت H مثبت با غلظت استات هم برابره. پس صورت میذارم H مثبت به توان 2، در نتیجه H مثبت به توان 2 میشه 2 تا 18 تا میشه 36 تا. این 1/10 با این میشه 10 به توان منفی 6 در 2 میشه 10 به توان منفی 8. رادیکال بندازم پشتش این با این میره، پس غلظت H مثبت میشه رادیکال 36 6 10 به توان منفی 8 میشه 10 به توان منفی 4، پس غلظتش میشه 6 ضرب در 10 به توان منفی 4. صورت سوالم به دست آوردیم. اینم یه تیپ خوب بود، اینم یه تیپ خوب بود. خب بریم تیپ بعدی، تیپ 8. چقدر این تیپ 8 رو دوست دارم. یه دقیقه روش فوکوس کن، من هم یک مقدار آب بخورم میریم. میگه مطابق واکنش زی 1/100 مول، دیگه اینجا غلظت به تو نداده، مول داده. در مقداری آب حل کنیم و حجم محلول رو به 100 میلی لیتر میرسانیم. غلظت یون هیدروکسید رو میخواد. به خدا اگر این سوال بیاد خیلی ها نمی نویسن، حواست بشه تخته. یه دقیقه نگاش کن. خب مقدار مول به من داده، مقدار مول. خب 1/100 مول عزیز دل من، الان این تو 1/100 موله، به ازای 1/100 مول داره 2 مول OH تولید میشه، یعنی 2 برابر اون میشه 2 ضرب در 1/100، یعنی 1/100 ضرب در 2 میشه 2/100 مول. از طرفی عزیزم حجم داده 100 میلی لیتر، حجم 100 میلی لیتر یعنی 1/10 لیتر. خب غلظت چی بود؟ غلظت مولاریته. فرمولش این بود مولاریته من میشه مقدار مول من تقسیم بر حجم. مقدار مول رو به من داده 2/100، مقدار حجم رو به من داده 1/10، پس از اینجا مولاریته من به دست میاد 2/10. درود بر تو. خب الان ما مولاریتمون رو به دست آوردیم. حالا میگه غلظت یون هیدروکسید، ما این مقداری که به دست آوردیم مولاریته ما بوده، چیکار کردیم؟ نگاه کن تخته. آقا به شما گفته 1/100 مول سدیم اکسید. حالا به ازای این ترکیبش توی آب 2 مول داره OH منفی تولید میکنه، پس میشه 2 تا 1/100 که میشه 2/100. حالا از طرفی حجم شما 100 میلی لیتره، یعنی 1/10 لیتر. درود بر تو. حالا من سوال من اینه که غلظت یون هیدروکسید رو میخواد تو محلول به دست بیاریم. خب ما الان غلظت رو به دست آوردیم، حالا این میشه غلظت OH منفی. ما یه فرمول مهم داشتیم، میگفتیم H مثبت در OH منفی میشه 10 به توان منفی 14. خب الان H مثبت رو من میخوام، میشه H مثبت، OH منفی رو دارم، 2 ضرب در 10 به توان منفی 1 میشه 10 به توان منفی 14. درود بر تو. پس از اینجا H مثبت من به دست میاد
ده به توان منفی 14 تقسیم بر 2 در 10 به توان منفی 1، 1 دوم یعنی 5 ضرب در 10 به توان منفی 14. حالا من سوالی از تو دارم، سوالم چیه؟ میگه پی اچ چقدره؟ پی اچ من میشه منفی لوگ اچ مثبت. خب پی اچ من میشه منفی لوگ 5 ضرب در 10 به توان منفی 14، این میاد پشت میشه 14 منهای لوگ 5. لوگ 5 چقدره؟ درود بر تو 7/10. 14 منهای 7/10 میشه 13.3. این 4 تا لوگی که میگم رو یاد بگیر، لوگ 2/3، لوگ 3.48 به تقریب بگیریم نیم، لوگ 5/7 و لوگ 9.85. تو ماشین حساب بزنی 84 به تقریب بگیریم 85. اما تیپ آخر، من چقدر دوست دارم این امسال سوال بشه تو نهایی. میگه با توجه به شکل زی که غلظت نسبی گونه های موجود در محلول اسیدهای HA و HX را در دما و غلظت یکسان نشان می دهد، این اسیدها را از نظر موارد خواسته شده مشخص کنید. عزیز دل من، این الان سطح اسید تو اینقدره، وقتی یونش پیدا کرده همش تبدیل به H مثبت و X منفی شده، پس این یک اسید قویه که آلفاش 1 یا درصد یونشش برابر میشه با 100%، و این یک اسید ضعیفه که آلفاش کوچکتر 1، پس درصد یونشش کوچکتر از 100%. حالا میگه رسانایی الکتریکی قطعا اسید قوی رسانایش بیشتره، چون یون بیشتری تولید میکنه. pH الان اونایی که با بنواری نخوندن میگن HX، ولی بهت گفتم وقتی میگه pH بیشتری یعنی به 7 نزدیکه. کدوم به 7 نزدیکتری؟ اسید ضعیفه HA. قدرت اسیدی قطعا HX بیشتره، چون درصد یونشش بیشتر بوده و درصد یونش هم که مقایسه کردم. تمام، خداحافظ. این از تیپ بندی ها. یه حرکت جذاب میخوام برات انجام بدم. یه عرضم به خدمت شما، من یه فضای خالی پیدا کنم. بیا فضای خالی من اینجاست، نگاه کن. خب حالا اینها، من تمام فرمول ها رو میخوام برای جمع بندی کنم. فرمول اول من میگفتم پی اچ میشه منفی لوگ غلظت اچ مثبت عزیزم، و فرمول دوم میگفتیم POH میشه منفی لوگ غلظت OH منفی، که با فرمول اول خیلی کار داریم. گفتم اینو میتونیم به دست بیاریم، H مثبت میشه 10 به توان منفی PH، OH منفی هم میشه 10 به توان منفی POH. حالا نکته، گفتیم در دمای 25 درجه حاصل غلظت H مثبت در OH منفی میشه 10 به توان منفی 14، پس انگار PH به علاوه POH میشه 14. و یه فرمول دیگه برای H مثبت داشتیم، میگفتیم برای به دست آوردن H مثبت میشه MN آلفا، که بر اساس همین فرمول خنسا شدن میگفتیم MN آلفای اسید میشه MN آلفای باز، پس این میشه برای اسیدت، این هم میشه برای بازت. کای اسیدی هم بود دیگه، ثابت یونش میشد غلظت فراورده ها به توان ضریبشون به روی غلظت واکنش دهنده ها. اما اینم از تیپ بندی فصل اول و نکاتی که گفتم، قطعا از اینا مشابه میاد، قطعا از این موضوعات در امتحانتون به اصطلاح مشابه سوال دارید. اما بریم سراغ فصل دوم که میخوایم با همدیگه انواع تیپاش و شکلهاشو دونه دونه مورد بررسی قرار بدیم. فصل دوم میگه در هر یک از روش‌های زیر مراحل تبدیل انرژی شیمیایی موجود در یک سوخت به انرژی الکتریکی نشان داده شده. مرسی که میگی. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید. دو تا روش داری. ببین توی این فصل شکل‌ها خیلی مهمه. ببین عزیزم نگاه کن، شکل
شکل شکل شکل شکل ها رو برات آوردم و قطعاً یه دونه از این شکل ها که بهت میگم توی امتحان میاد. سال گذشته حال اومده بود، فرآیند حال برای آلومینیوم، امسال احتمالاً یا برقکاف یا به اصطلاح آبکاری احتمالش زیاده که شکلش سوال مطرح شه. نگی نگفتی ها، نگی نگفتی، از من گفتم. خب توی اینجا میگه کدام روش اتلاف انرژی به شکل گرما زیاده؟ قطعا بچه روش اول. چرا؟ چون هر چقدر توی یک فرایندی تعداد مراحل تو زیاد بشه، هم اتلاف انرژی، هم اتلاف وقت و هم اتلاف هزینه داری. اما میگه کدام روش کارایی بالاتری داره؟ بچه قطعا روش دو کارایی بالاتری داره. چرا؟ هم بازدهیش بالاتره، هم اتلاف انرژیش کمتره و هم میبینید تعداد مراحلش خیلی پایینه، که من راجع به سلول سوختی صحبت میکنم. بریم سراغ ادامهش. آقا دونه 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 این شکلها رو با من بررسی کن. این شکل شکل سوختی هیدروژن اکسیژن، هیدروژن اکسیژنه. نکته اول ببین، آنود زده با کاتالیزگر، کاتود زده با کاتالیزگر، یعنی کاتالیزگر سرعت شما رو میبره بالا. نکته خوشگل، آنود محل اکسایشه، پس بعد نیم واکنش اکسایش تو، نیم واکنش اکسایش که در حقیقت بهش نیم واکنش آنودی هم میگن، اینجاست که هیدروژن تبدیل میشه به دو تا اچ مثبت به علاوه دو تا الکترون ها. پس میبینی که الکترون توی مدار بیرونی از آنود به سمت کاتوده و اچ مثبت هم از این دیوار عبور میکنه. نکته خوشگل، خب توی کاتود بنواری چه اتفاقی میفته؟ توی کاتود شما کاهش داری، آنود که الف داره اکسایش هم الف داره، کاتود که که داره کاهش هم که داره. خب الان نیم واکنش، نیم واکنش کاتودی تو یا نیم واکنش کاهش تو چی میشه؟ نیم واکنش کاهش تو این میشه که اکسیژن میاد اچ مثبت رو میگیره، الکترون رو میگیره، تبدیل میشه به دو تا آب، چهار تا، چهار تا. پس این میشه نیم واکنش به اصطلاح کاتودی. شاگرد عزیزم واکنش کلیش چیه؟ واکنش کلی شما اینه که H2 به علاوه O2 میدهد H2O، اینم موازنش. پس اینم میشه واکنش کلی. یادت باشه نیم واکنش ها باید از نظر تعداد الکترون ها موازنه باشن و در واکنش کلی به هیچ عنوان نباید الکترونی وجود داشته باشه. یه نکته بهت میگم عزیزم، از اینجا هیدروژن وارد میشه، از اینجا هیدروژن خارج میشه، یعنی هیدروژن مصرف نشده، اما اینجا اکسیژن وارد میشه، اینجا بخار آب داره خارج میشه. اجازه بده من با رنگ قرمزم دور این یک قلب بکشم که حواست باشه سلول سوختی رو نده توی امتحان بهت بگه جاهاشو مشخص کنی جا خالی داشته باشی. این از سلول سوختی، یک لحظه نگاش کن تا بعد بریم سلول بعدی و مورد بررسی قرار بدی. خب درود بر تو. سلول بعدی به این میگن برکافت آب. اولا یه نکته بهت بگم، اینجا اکسیژنه، این حجم بالا هیدروژنه، این از شکل سلول برکافت آب. یک سلول الکترولیتیه. بنواری الکترولیتی چیه؟ ما دو نوع سلول داشتیم، تو گالوانی شیمیایی به الکتریکی تبدیل میشد،
ولی در سلول الکترولیتی با کمک جریان الکتریکی یک مکانیزم شیمیایی اتفاق می افتاد. آقای بنواری من یه سوال دارم، بفرما. از کجا بفهمم سلول من گالوانیه یا الکترولیتیه؟ میگم درود بر تو. اگر در سلول و شکل شما مولد نداشتید، باتری نداشتید و لامپ بود، میشه گالوانی. ولی اگه به باتری بس بود، مولد جریان برق داشتید، سلول شما قطعا الکترولیتیه. پس الان اینجا باتری دارم. خب قطعا در سلول های الکتروشیمیایی ما هم یک نیم واکنش آنودی داریم، هم کاتودی داریم. اینجا رو نگاه کن، الان توی شکل اون حجم کمه اکسیژنه، اون حجم زیاده هیدروژنه. خب الان نیم واکنش اکسایش شما یا نیم واکنش آنودی شما چه اتفاقی براش بیفته؟ در نیم واکنش آنودی شما دو تا آب تبدیل میشه به 4 تا H مثبت به علاوه 4 تا الکترون، درسته؟ به علاوه 4 تا الکترون به علاوه O2. پس اکسایش یعنی از دست دادن الکترون، اکسایش. کاهش یعنی گرفتن، یعنی گرفتن الکترون. من اینجوری یادش میدم به بچه ها، میگم کاهش که که داره، گرفتن هم که داره، به جای گرفتن میگم گرفتن. گونه‌ای که اکسایش میشه نقش کاهنده داره، گونه‌ای که کاهش پیدا میکنه نقش اکسنده داره. درود بر تو. خب بنواری، الان نیم واکنش کاهش شما یا کاتودی شما چه اتفاقی میفته؟ برای نیم واکنش کاتودی دو تا آب شما میاد 4 تا الکترون رو میگیره، از اون ور هیدروژن آزاد میکنه و OH منفی. که حالا شما الان یه دو بندازید اینجا، واکنش موازنه میشه. عزیزم منو نگاه کن، در نیم واکنش کاتودی یعنی در کاتودت OH منفی تولید میشه. استقلالی هایی که امسال بعد از سالیان سال قهرمان شدید، کاغذ pH آبی رنگ میشه. کاغذ pH آبی رنگ میشه. چرا؟ چون OH منفی داره تولید میکنه. عشق بکن. بریم سلول بعدی رو بررسی کنیم. بیا این دیگه سلول شاگر رو هوا میزنه، این سلول الکترولیتیه. بهش میگم چرا الکترولیتیه؟ میگه آقا به باتری وصله. میگم درود بر تو، درود بر تو، تخته رو داشته باش. خب آقا این چیه؟ این سلول برقافت NaCl. خب ما یک نیم واکنش آنودی داریم یا همون اکسایش، که دو تا Cl منفی میشه Cl2 به علاوه دو تا الکترون. این نگاه کن منو، با من باش، نیازی نیست بریم رو تخته. نگاه کن الان نیم واکنش آنودی میشه دو تا Cl منفی Cl2 به علاوه دو تا الکترون. پس نیم واکنش کاتودی من چی میشه؟ نیم واکنش کاتودی تو اینه که Na مثبت تو میاد الکترون میگیره، تبدیل میشه به سدیم مذاب. که حالا اگه بخوایم موازنش کنیم این میشه پشت اینا دو میندازم. خب حالا من با آبی این دو تا الکترون ها با این دو تا الکترون ها میرن، میشه دو تا Cl منفی به علاوه دو تا Na مثبت، میشود دو تا Na مذاب به علاوه Cl2. که این انگار در حقیقت میتونیم بنویسیم دو تا NaCl. پس اینم واکنش کلی میشه. بریم یه دونه دیگه رو بررسی کنیم. بیا این سری چیه؟ این سری برق کافته
منیزیوم کلورید مذابه. خواهش میکنم الان تو هم تخته رو داری هم تصویر منو کوچیک داری، ببین بذار من با رنگ قرمز فکر کنم رو شکل بهتر معلوم بشه برات بنویسم. منیزیومو که دوباره مثبت رو از آب دریا میگیرن بهش OH منفی میزنن میشه منیزیوم هیدروکسید جامد، از صافی عبورش میکنن بهش هیدروکلوریک اسید میزنن میشه منیزیوم کلورید محلول، مذابش میکنن میشه منیزیوم کلورید محلول، میبرن توی یک سلول الکترولیتی منیزیوم ازش استخراج میکنن اینجا میشه گاز کلور. بنواری به من میتونی بگی در این واکنش نیم واکنش آنودیو کاتودی چیه؟ میگم چرا نمیتونم بگم، این هم همانند سدیم کلورید نیم واکنش آنودی یا اکسایشش چه اتفاقی براش بیفته؟ نیم واکنش آنودیش میشه دوتا سی ال منفی سی ال دو به علاوه دوتا الکترون، اما در نیم واکنش کاتودیش که داره کاهش اتفاق میفته Mg دوباره مثبت میاد دو تا الکترون میگیره تبدیل میشه به Mg مذاب. پس اینم مثل سدیم کلوریده، ما سه تا برقکاف داریم، خیلی احتمال داره بیاد برقکافت سدیم کلورید، برقکافت منیزیم کلورید و برقکافت آب که هر سه تاشون جزو سلول الکترولیتی هست. شاگرد میگه آقای بنواری من یه سوالی دارم، میگم بفرما، میگه اصلا گالوانی الکترولیتی چیه؟ میگم گالوانی همون الکترولیتیه با دو تا تفاوت، تفاوت اینه که در گالوانی آنود منفی کاتود مثبت ولی در الکترولیتی آنود مثبت کاتود منفی، همین، توی هر دوتاشون آنود محل اکسایش، در هر دوتاشون کاتود محل کاهش، در هر دوتاشون به اصطلاح آنود با گذشت زمان لاغر میشه رژیم میگیره، در هر دوتاشون کاتود با گذشت زمان چاق میشه، در هر دوتاشون جهت حرکت الکترون از آنود به کاتوده، جهت حرکت آنیون ها به سمت آنوده، کاتیون ها به سمت کاتوده، تنها تفاوتشون اینه که قطب هاشون با هم از نظر مثبت منفی فرق میکنه. بریم بعدی. به 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 به، زنگ آهن چقدر مهمه. آقا توی زنگ آهن هم یه نیم واکنش اکسایش داریم. خب بنواری الان نیم واکنش اکسایش چیه؟ نیم واکنش اکسایش تو میشه آهن تبدیل میشه به Fe دوباره مثبت به علاوه دوتا الکترون. حالا نیم واکنش کاهش تو چه اتفاقی میفته؟ خب الان نگاه کن شکلو، ما یک تیغه آهنی داریم که در حضور هوا و به اصطلاح قطره های آب هستن. اتفاقی که برای ما میفته این هستش که به اصطلاح این آهن شروع میکنه به زنگ زدن. خب زنگ زدنش با چه مکانیسمیه؟ این که نیم واکنش آنودیش یا اکسایشش در حقیقت آهن میشه آهن دوباره مثبت به علاوه دو تا الکترون، اما در نیم واکنش کاهش که باید کاهش شما اتفاق بیفته آب شما به علاوه الکترون شما به علاوه چی؟ در حضور اکسیژن دیگه، در حضور اکسیژن تبدیل میشه به OH منفی، تبدیل میشه به OH منفی، اینم میشه چهار تا، کلن واکنش من هم موازنه میشه. خب پس این میشه نیم واکنش کاهش یا کاتودی تو، این میشه نیم واکنش اکسایش یا آنودی تو. این نکته رو یادت باشه که نیم واکنش کاهش در جای اتفاق میفته که غلظت اکسیژنت زیاده، اما نیم واکنش
به اصطلاح آنودید در جای اتفاق میفته که غلظت اکسیژن کمه، زیر قطره آب، خیلی مهمه. پس اون قسمتی که نیم واکنش کاهش میفته، باز ما اگر استقلالی ها که بعد از سالیان سال قهرمان شدید، چون OH منفی تولید میکنه، پس کاغذ pH چی میشه؟ کاغذ pH آبی رنگ میشه، چون داره OH منفی تولید میکنه. حالا من میخوام بیام از آهنم حفاظت بکنم، تو را قرآن زنگ نزن. چی کار میکنم؟ میام روشو فلز قلب میذارم. خب فلز قلب میذارم، چه اتفاقی میفته؟ اینجا دیگه نیم واکنش آنودی من یا اکسایش من اینجا اینو میگه، ZN جانم فدای آهن، تموم، اکسایش می اتفاق پیدا میکنه، میره شهید میشه. و نیم واکنش کاتودی تو که کاهشه، چه اتفاقی میفته؟ میشه در حضور اکسیژن به علاوه آب به علاوه 4 تا الکترون تبدیل میشه به 4 تا OH منفی. این میشه به اصطلاح زمانی که میگم این شکلا خیلی مهمه، قطعا از این شکلا سوال میاد و OH منفی تولید میکنه. حالا اینجا چی؟ آخرین دوتا شکل بیشتر نمونده، این شکل من میام اینجا رو آهن رو فلز قلب میذارم، اینجا آهن دستشو میبره بالا، میگه جانم فدای به اصطلاح قلب، آهن اکسایش پیدا میکنه. پس نیم واکنش آنودی تو یا اکسایش تو اینجا دیگه برای آهنه، آهن تبدیل میشه به Fe دوباره مثبت به علاوه دوتا الکترون. و نیم واکنش کاتودی تو یا کاهشت یا نیم واکنشی که داره اتفاق میفته همون چیزی بود که اکسیژن به علاوه دوتا آب به علاوه 4 تا الکترون میشود 4 تا OH منفی، میدهد 4 تا OH منفی. پس بازم اینجا داره OH منفی تولید میشه، پس رنگ کاغذ pH رو به رنگ آبی رنگ در میاره. اما بیا اینجا بحث آبکاری. آبکاری هم شاگرد عزیزم یک سلول الکترولیتیه، پس اینی که قطب مثبت، خوب گوش کن، که به مثبت این آناده، اینی که به منفیه کاتوده. شاگرد عزیزم آنود فلزی رو بهش بیمندن که قرار روی جسم بشیند و در کاتود فلزی رو قرار میدن که قرار آبکاری بشه، مثل قاشق، چنگال، کلید، اینا رو به کاتود میبندن. من به بچه ها میگم کلید که داره به کاتود میبندن، پس قاشق و چنگال هم به کاتود میبندن. اما فلزاتی مثل آیو، طلا، نقره، مس که قرار روی فلز ما بشینه آبکاری اتفاق بیفته رو به آنود میبندن. بدان یه نکته میگم، حجت رو از این شکل ها تموم میکنم. آگاه باشید که همیشه توی محلول یونی باید باشه، یون فلزی که قرار روی جسم بشینه باید باشه. یعنی اگر اینجا طلا میذاری باید توی محلول یون طلا باشه، اگر نقره میذاری باید توی محلول یون نقره باشه، و اگر مس میذاری قراره که توی یون تو یون مس باشه. این هم از این شکلا به طور حرفه‌ای. حالا بریم سراغ تیپ بندی سوالا. خب تیپ اول میگه با توجه به جدول زیر به سوالات پاسخ دهید. بچه یه جدولی برای شما آورده که طبق مقایسه ای صفره. یادت باشه اینی که منفی تره فلزت از همه کاهندگیش بیشتره، و هر چقدر میریم بالا این یونه افزایش اکسندگی داره. حالا سوال میگه کدام گونه قوی ترین اکسنده است؟ قطعا میشه آجی مثبت.
همین الان بهت گفتم. میگه نیروی الکترومتوری EMF سلول گالوانی روی مس، خود تو باید بدونی که زد ان تو نقش آنود داره و سی او تو نقش کاتود داره. یه فرمول خفن بهت میگم. ای صفر سلول همه میگن ای کاتود منای ای آنود. خب الان کاتود تو چقدره؟ کاتود تو مس تو 34 صدمه، میشه 34 صدم منهای آنود تو زد ان، زد ان منهای 76 بچه ها، منهای 0.76. خب با هم جمع میشه میشه 1.1. حالا من یه فرمول خفن میگم به عشق خوده، میگم آقا همیشه توی EMF به اصطلاح نیروی الکتروموتوری بزرگی رو از کوچیکی کم کن. یعنی چی بنوری؟ الان 34 صدم منفی 76 صدم کدوم بزرگه؟ میشه 34 صدم منهای 76 صدم میشه 1.1. تمام. میگه بدون محاسبه تعیین کنید سلول گالوانی ساخته شده از کدام دو فلز موجود در این جدول بیشترین ولتاژ داره. باید دو تا فلزی باشه که بیشترین اختلاف باشه. یه دونه میشه منیزیم Mg، اینها به اصطلاح میشه منیزیم فلز نقره. چرا؟ چون منیزیم به اصطلاح EMFش میشه منفی 2.37 و آجی میشه مثبت 0.8 یا 0.80. اختلافش خیلی زیاد میشه. بریم سراغ تیپ بعدی. بیا اینجا تیپ دو، بازم از اونها آورده برای شما. میگه با توجه به جدول زیر پاسخ دهید کدام گونه قوی ترین اکسند است. چرا؟ آ، دلیلش اینه که ای صفرش از همه بیشتر و مثبت تره. درود بر تو. میگه کدام گونه ها میتوانند یون سی یو دوباره مثبت را اکسید کنند. خب بچه ها اینایی که بالا هستن گفته کدام گونه ها میشه در حقیقت بیا آی تو. چرا؟ چون ای صفرشون بیشتر از این هستش. این هم از تیپ دوم. خیلی مهمن این تیپ ها، تشابه داریم نگی نگفتیم، مخصوصا از این جدول. مخصوصا تیپ 3، آقا به دست آوردن عدد اکسایشه. شاگرد عزیزم میخوام عدد اکسایشو به دست بیارم. خب میگه گوگرد در SO4، میگیم گوگرد که ایکس به علاوه 4 تا اکسیژن دارم که عدد اکسایشش -2. گفتم در یون ها برابر میشه با بار یون -2. از اینجا ایکس من به دست میاد مثبت 6. حالا اتم های کربن ستاره دار، خب این کربن من گفتم شماره گروهش چنده؟ 4. عدد اکسایشش به دست می آوردیم شماره یکان گروهش منهای تعداد الکترون هایی که بهش نسبت میدیم. خب چون خصلت نافلزیش از هیدروژن بیشتره، این دوتا رو میگیره، این دوتا رو میگیره، این دوتا هم میگیره، ولی چون مشابه هستن به هر کدوم یه دونه میرسه. 2, 4, 6, 7, 4 منهای 7، پس عدد اکسایش شما میشه -3 و برای این کربن میشه 4 منهای، دوباره دوتا از این میگیره، دوتا از این میگیره، دیگه اینجا اکسیژن خصلت نافلزیش بیشتره. یعنی این دوتا سهم اکسیژن 1, 2, 4 با یه دونه میشه 5، پس عدد اکسایش کربن اینجا میشه -1. تیپ 4، به به، بریم سراغ این تیپ. میگه با توجه به پتانسیل کاهشی استاندارد آهن نقره به پرسش های زیر پاسخ دهید. در سلول گالوانی آهن نقره کدام فلز نقش آنود رو ایفا میکنه؟ خب بچه ها آهن نقش آنودو داره، نقره نقش کاتودو داره. اینجا یه منفی بچه جا افتاده. میگه در سلول گالوانی آهن نقره با گذشت زمان جرم کدام تیغ افزایش پیدا میکنه؟ نقره ما. چرا؟ چون گفتم نقره کاتوده، با گذشت زمان چاق میشه. EMF ولش کن. بنواری چی گفت؟ گفتم بزرگه منهای کوچیکه، بزرگه 0.8 منهای 0.44 میشه 0.8 به علاوه 0.44. تموم شد. 4 میاد اینجا، 8 و 4 = 12، 1.24. تمام. تصویر داشته باش. بله، ما هم یک مقدار آب بخوریم و پرونده این کار هم برای شما ببندیم. خب بریم سراغ تیپ بعدیمون.
که راجب اینجاست. بله تیپ 5 میگه عدد اکسایشو به دست بیار. خب MN باز X به علاوه 4 تا اکسیژن دارم که منفی 2 میشه منفی 1. از اینجا X شما به دست بیاد مثبت 7. و حالا توی این ترکیب من عدد اکسایش کربن رو میخوام. کربن هست گروه 4 منهای یه پیوند داده باش، پس دوتا اینجا داره و از اینا هم یه دونه داره، یه دونه الکترون میگیره. 2 3 4 5 منهای 5 عدد اکسایشش میشه منهای 1. پس اینو بهتره که بدونی این هیدروژن باهاش پیوند میده. اما تیپ 6 میگه شکل زیر سلول گالوانی مس نقره رو داره. خب مس تو همیشه میشه آنود، آجی تو میشه کاتود. خب میگیم با توجه به شکل پاسداری کدام فلز نقش آنودو دارد؟ خب خیلی واضحه الان میشه مس. چرا؟ چون الکترون اینها از اینجا که مس رنگه الکترون داره به سمت کاتود میره، یعنی اینجا آنود من هستش که منفیه، اونور کاتود منه. یادت باشه سلول گالوانیه چون لامپ داره. میگه با انجام واکنش جرم کدام تیغه بیشتر میشه؟ جرم تیغه نقره آجی. چرا؟ چون کاتود داره روش کاهش اتفاق میفته، یونها کاهش پیدا میکنن و جرم تیغه افزایش پیدا میکنه. اینم از تمام آنچه که در فصل 2 میخواستیم. حواست باشه 5 نمره مستقیم از این فصل میاد. قطعا یه دونه از اون شکلهایی که من برات حل کردم میاد، حال نمیاد چون احتمالا سال قبل اومده، امسال نمیدم، ولی رو برق کافت هستم و مخصوصا آبکاری و زنگ زدن. اینها رو با دقت بخون، حتما توی تیپ بندی یا عدد اکسایشو داری. هر چیزی که توی این فصل بودو بهت گفتم. بریم پرقدرت سراغ فصل سوم که میخوایم با همدیگه تیپاشو حل بکنیم. خب فصل سوم شاید عزیزم 4 نمره از فصل سوم میاد. راجع به انواع جامدات، جامدات کوبالانسی، مولکولی، فلزی و یونی، مهمترینشون جامدات کوبالانسی هستن. به غیر از اون قطعا انرژی شبکه بلور رو دارید، چگالی بارسد دارید و یونهای وانادیوم که یونهای وانادیوم دوباره مثبت، سه بار مثبت، چهار بار مثبت، پنج بار مثبت بود، دوباره مثبت بنفش، سه بار مثبت سبز، چهار بار مثبت آبی و پنج بار مثبت زرد بود. حواست باشه. میگه تیپ 1 با توجه به نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی گوگر دیوکسید SO2 به پرسش ها پاسخ دهید. آقا این مولکول قطبیه یا ناقطبی؟ قطعا قطبیه. چرا؟ چون توزیع ابر الکترونیش یکسان نیست. میگه با بیان دلیل اتم گوگر که این هستش جزئی مثبت یا منفی؟ بچه جزئی مثبت میشه. در نقشه الکتروستاتیکی قرمزا میشدن منفی، اینها قرمزای تو میشدن منفی، آبیای تو میشدن مثبت. پس قرمزش تو میشد منفی، آبیا میشدن مثبت. اگرم میخوای علمی یاد بگیری دلیلش اینه که خصلت نافلزی اکسیژن از گوگرد بیشتره، پس ابر الکترونیو به سمت خودش میکشه. بریم تیپ 2. درود بر تو. تیپ دوم میگه دلیل هر یک از عبارتهای زیر رو بنویسید. آنتالپی فروپاشی شبکه پتاسیم کلورید یعنی KCl بیشتر از KBr. شاگرد عزیزم این که کاهاش با هم برابره، هر چقدر که شعاع بزرگتر آنتالپی فروپاشی شبکه کوچکتر میشه. الان تو گروه 17 چیه؟ میشه کلور بروم. پس بروم شعاع بزرگتری نسبت به کلور داره، پس منطقیه آنتالپی فروپاشی شبکش کمتر باشه. بریم سراغ تیپ سوم. میگیم با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید. کدام ماده اینجا رو داشته باش در گستره دمایی کمتری به حالت مایع تبدیل میشه. یادت باشه اگر اینو از تو پرسید ماده یا انتخاب کن که نقطه جوش و ذوبش اختلافش کمتر باشه. اینجا اختلاف نقطه ذوب جوش نیتروژن کمتره، اما اگر پسورد تو امتحان نهاییت اومد سوال داد گفت آقا بیشتر باشه، اونی که اختلاف نقطه ذوب و جوشش بیشتره. میگیم واژه ماده مولکولی و فرمول مولکولی رو برای توصیف کدام ماده نمیتوان به کار برد؟ چرا؟ برای سیلیس بچه‌ها. چرا؟ چون سیلیس یک جامد کووالنسی هستش، یک جامد کووالنسیه که بچه‌ها به صورت SiO
SI به صورت این پل ها بودن دیگه. این پل ها دائما تکرار می شدن. اما تیپ چهارم خیلی مهمه، میگه با خط زدن واژه نادرست در هر مورد عبارت رو تکمیلش کنید. آنتالپی فروپاشی بچه ها گرمای مصرف شده در فشار ثابت برای فروپاشی یک مول شبکه یونی و تبدیل آنها به یونهای گازیه. نکته دوم، در ساختار یک جامد کووالانسی همه اتم ها پیوند کووالانسی دارن، پس نقطه ذوب بالایی داره و دیرگداز هستش بچه. تیپ پنجم، به به، این دریای الکترونیه. خیلی عشق میکنم شنبه بیاد مدل دریای الکترونیه. میگه هر کدوم از این شکل ها چه ویژگی ها داره. میگه این شکل داره چکشخاری رو بهش میگه، این شکل به تو داره رسانایی الکتریکی رو بهت میگه. شاگرد عزیزم، ما با مدل دریایی الکترونی این دوتا رو میتونیم توجیه کنیم. چه توجیه؟ قسمت پایین همینه، بهت میگم یاد بگیر. اگه بهت گفتم چکشخاری، میگه وارد کردن ضربه باعث جابجایی دریای الکترونی میشه، چون تو دریای الکترونی هم الکترون ها و هم کاتیون اتمی اون فلز با هم جابجا میشن، پس میبینی شکننده نیستش. اما برای اثباتش، ببین دریای الکترونی تعادل بار داره، خنثاه. به محض اینکه یک بار وارد بشه این از حالت خنثا خارج میشه، پس چون باید تعادل بار داشته باشه، یک به همون اندازه‌ای که الکترون واردش میشه باید از دریای الکترونی الکترون خارج بشه. اینم از این تیپ. اما تیپ شیشو میگه برای تکمیل عبارت‌های زیر گزینه درست رو از درون پرانتز انتخاب کنید. یکی از فلزات به کار رفته در آلیاژ هوشمند بچه تیتانیوم بود دیگه، تیتانیوم و نیکل. یکی از جامدهای کووالانسی ساختار دو بعدی گرافیت. عزیزم الماس ساختار سه بعدی داره، گرافیت ساختار دو بعدی داره، گرافیت ساختار لایه‌ای داره. دارم نکتهشو بهت میگم. الماس هر اتم کربن با چهار پیوند به چهار کربن متصله، اما در گرافیت هر اتم کربن با چهار پیوند به سه تا اتم متصله. گرافیت ساختار لایه‌ای داره، نیروی بین لایه‌هاش از نوع واندروالسی ضعیفه، به خاطر همینه که مداد روی دست میکشی جای اون سیاهی میمونه، اون لایه‌ها دارن جابجا میشن. اما الماس سخته، الماس در مته به عنوان مته، به عنوان اون الماس های ناخاله زیورالا جواهرسازی و به اصطلاح اون تیغ برای برش شیشه استفاده میشه. این هم گرافیت و الماس رو بهت گفتم. اما تیپ هفتم، تیپ هفتم چی میگه؟ میگه درستی یا نادرستی هر یک از عبارات زیر رو مشخص کنی. کوارتز از جمله نمونه های ناخالص. غلطه، کوارتز نمونه خالص بچه ها سیلیس محسوب میشه، که من سیلیس رو بهت گفتم. آی بنواری امکانش هست تمام جامدات کووالانسی رو به من بگید؟ بله آقا، جامدات کووالانسی بر پایه کربن و سیلیسیومن. از کربن، گرافیت، الماس و گرافین یادت باشه، گرافین تک لایه نازک از گرافیت هستش. و سیلیسیوم، خود سیلیسیوم، خود سیلیس که SiO2 هستش. و عرضم به خدمت شما سیلیسیوم کربید SiC رو یاد بگیرید، SiC. آقا چرا میگه کربید؟ کتاب گفته کربید، کربید اشتباه، کربید درسته. پس این هم بحث جامدات کووالانسی شو میشه، که چون آنتالپی SiO بیشتر از SiSi به خاطر همین سیلیسیوم تمایل داره در تربیت به صورت ترکیب سیلیس باشه تا سیلیسیوم خالص. اما تیپ 8 میگه نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی پروپان و دیمتیل اتر رو با جرم مولی نزدیک به هم میبینید. میگیم کدام در میدان الکتریکی جهتگیری نمیکنه؟ قطعا میشه پروپان. چرا؟ چون توزیع ابر الکترونی یا نقشه الکتروستاتیکیش متقارن هستش. میگیم کدام یکی از این دو ماده گازی آسانتر به مایع تبدیل میشه؟ خب اونی که قطبیه، دیمتیل اتر قطبیه، پس قطبی که هست نیروی بین مولکولیش قوی تره، نقطه جوشش بالاتره، پس آسانتر به مایع تبدیل میشه. پس جواب شما اینجا میشه دی متیل اتر. بچه دیمتیل اتر اینجوری ساختارش، او سمت راست CH، سمت چپم
CH3 دو تا متیل سمت و راست و چپش هستش. و اما دو تا تیپ آخرمون که از این فصله، تیپ 9 میگه آنتالپی فروپاشی شبکه NaCl و کابیار به ترتیب 787 و 689 کیلو جول است. کدام یکی از این اعداد میتوان به آنتالپی فروپاشی KCl باشه؟ خب عزیزم من میرم مقایسه میکنم KCl با NaCl، میگم KCl آنتالپی فروپاشیش از NaCl کمتره. چرا؟ چون گفتم هر چقدر که شعاع بیشتر بشه آنتالپی فروپاشی کمتر میشه. سدیم بعد پتاسیم، کلورا که مشترکن، از بالا به پایین شعاع زیاد میشه که شعاع پتاسیم بزرگتره پس کمتره، پس قطعا 10^37 نمیتونه باشه. حالا KCl از KBr بیشتره. چرا؟ کاها که مشترکه ولی کلور به اصطلاح شعاعش کوچیکتر از برومه، فلور کلور بروم یود کلور بالاتر از برومه، پس باید بیشتر از 689 باشه. بیشتر 689 کدومه؟ 717. پس آنتالپیش میشه 717. تیپ 10 میگه آنتالپی فروپاشی منیزیم فلوراید MgF2 برابر با 2965 کیلو جول است. کدام مورد معادلش نشون میده؟ اولا که یه نکته بهت بگم، آنتالپی فروپاشی گرماگیره نه گرماده. نمودار به اصطلاح واکنش 3 که کیو رو سمت راست گذاشته هضم میشه، این گرماده، پس میشه 1 یا 2، یه مول جامده یونی یه مول، درسته هر دوتاشو گرماگیر گرماگیر، ولی زمانی که مقدار انرژی صرف شده در فشار ثابت جا خالی، بهت گفتم که 1 مول ترکیب یونیو بتونیم به یونهای گازی شکلش، یونهای گازی شکل، پس میشه معادله دوم تو. بالایی چرا نمیشه؟ چون به این عناصر سازنده شه، من میگم به یونهای گازی شکل، ام جی دوباره مثبت گازی و دو تا اف منفی گازی و باید موازنه باشه. و اما تیپ آخر میگیم با توجه به ارزم به خدمت شما جدول نسبت بار به شعاع رو برای یون های دوباره منفی حساب کنید. خب برای یون دوباره منفی چی بود؟ من گفتم چگالی بار، شاگرد عزیزم، چگالی بار میشد بار یون به شعاع یون. درود بر تو. بار یونم 2، شعاع های دوباره منفی 140 هستش. اوکی، پس چگالی بار به یونش رو میتونم به دست بیارم. اما از طرفی میگه نیروی جاذبه میان کدام کاتیون با کدام آنیون از همه ضعیفتره؟ آقا تخته رو وقتی داریم نگاه کن ببین، اونی از همه ضعیفتره که شعاعش از همه بزرگتر باشه. خب این که حالا اینو عددش رو کامل کنیم 14000، آقا کدوم از همه بیشتره؟ شاگرد عزیزم از یون مثبت کا و از آنیون ها این، یعنی بین کای مثبت و اس دوباره منفی هر چقدر شعاع بزرگتر پس چگالی بارش کمتر میشه دیگه. حساب کن شعاع بزرگتر چگالی بارش کمتر، در نتیجه انرژی شبکه بلورش هم کمتر میشه. اینم از این. نتینول هم بهت گفتم، آنتالپی هم گفتم، گفتم اس آی او اینها و بحث مقایسه سختیشون خیلی مهمن ها. هر چیزی که نیاز داری ببین، قطعا مقایسه به اصطلاح آنتالپی شبکه بلور یا انرژی شبکه بلور قطعا میاد که ما باید دنبال باشه. اول اونی که بارش بیشتره، اگر دیدی عناصر مشترک داشتن یعنی یون مشترک داشتن، اونی که شعاعش کمتره خب انرژی شبکهش بیشتره. چرا؟ چون چگالیش بیشتره. برای بحث وانادیوم هم یونهاشو گفتم، دوباره مثبت، سه بار مثبت، چهار بار مثبت و پنج بار مثبت. و جامدها هم گفتم، جامد فلزی دریای الکترونی مهمه توش، جامدات یونی عدد کوردیناسیون نزدیکترین یون ناهمنام به یون مد نظرمون هستش و چگالی بار و مقایسه انرژی شبکه بلور. برای جامد مولکولی هم به صورت مولکول هم مثل CO2 مثل آب که خیلی مهمه، به صورت مولکول مجزا هم. و برای جامد یونی حواست باشه، نمیتونیم بگیم جرم به اصطلاح مولکولی، فرمول مولکولی، اینها رو نمیتونیم بگیم، واژه مولکول معنی نداره. اما بریم سراغ آخرین فصلمون که راجع به فصل 4 هستش، میخوایم تیپ بندی ها رو مورد بررسی قرار بدیم. خب میگه فرمول ساختاری پلیمر سازنده بطری ها، بچه ها منظورش همون PET یا PET هستش، با توجه به آنها به پرسش ها پاسخ دهید. آقا فرمول چیز رو میخواد، یعنی مونومرشو. خب شاگرد عزیزم مونومر PET از اینجا گفتیم میشکنیم
یه حلقه شش ضلعیه که متصل به کوه هستش. اینها چه به این میگیم تر فتالیک اسید و الکل سازندش میشه اتیلن گلیکول یا اتیلن گلیکول هستش. این هم میشه اتیلن گلیکول، میشه الکل سازندش که هم الکل و هم اسیدش دو عاملی هستن، ولی ما گفتیم در طبیعت اینو نداریم. میایم ترفتالیک اسید رو از اکسنده کائمن 4 به پارازایلن میزنیم. پارازایلن یک حلقه بنزینی که سمت راست و چپش متیل قرار داره، و اتیلن گلیکول رو از میایم از اتن به دست میایم در حضور اکسنده تبدیل به اتیلن گلیکول میشه. سوال دوم، در نمودار زیر جای خالی 1 تا 4 رو با نام یا فرمول پر کنید. خب اتن در حضور آب بچه میشه اتانول، اتانول C2H5OH، من دیگه نامش رو نمی نویسم. با هیدروژن میشه چی؟ سیر شده میشه اتان C2H6. اتن با ACL میشه به اصطلاح کلورو اتان، کلورو اتان هست C2H5Cl، و در حضور پلیمری شدن میشه پلی اتن یا پلی تن، که ساختارش اینجوری میشه. شما در فصل 3 سال 11 خوندید پیوند دوگانه میشکنه و ظرفیتش باز میشه. بریم سراغ تیپ سوم. بله، تیپ سوم خیلی جذابه. میگیم شکل 1 برقراری تعادل را در یک ظرف 2 لیتری در دمای 525 درجه نشان میده. خب اگر هر گلوله هم عرض 1/10 مول باشد، مقدار عددی ثابت تعادل رو به دست بیارید. خب در شکل 1 ما الان در شکل 1 چند تا گلوله خالی داریم؟ 1 2 تا. پس 2 ضرب در هر کدوم از اینها معادل میشه با 1/10 میشه 2/10، تقسیم برای حجم ظرف 2، جواب من میشه 1/10 مولار غلظتم. و برای گلوله پر، یعنی این برای آ، برای بی تعدادش میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، میشه 10 ضرب در 1/10 مول تقسیم برای حجممون، درسته؟ که 10 میشه 1/2 یا نیم. حالا من الان میخوام ثابت تعادل رو به دست بیارم. ثابت تعادل میشد غلظت فراورده ها به توان ضریب، یعنی بی به توان 2 به روی غلظت آ، یعنی میشه 5/10 ضرب در 5/10 تقسیم بر 1/10. کای من به دست میاد 2.5، واحدش مولال. یادت باشه در ثابت تعادل غلظت جامدات و مایعات رو قرار نمیدیم. درود بر تو. میگه اگر شکل 2 مخلوط تعادلی در دمای 25 را نشان بدهد، گرماده بوده یا گرماگی؟ خب عزیزم، دمای اول، شکل اول 525 بوده، دمای دوم شده 25، پس این انگار کیوتو سمت چپ بوده که با کاهش دما اصل لوشاتلی واکنش در جهت برگشت اومده و مقدار فراورده تو کم شده. اینم از این تیپ. بریم سراغ تیپ سوم. میگه برای تکمیل عبارت های زیر، گزینه درست یکی از مونومرهای سازنده پت یا پی ای تی ترفتالیک اسید، اتیلن، پارازایلن، اتیلن نیست، اتیلن گلیکول، پارازایلن هم اکسایش پیدا میکنن. آی بنواری، شما که اینقدر همه نکته ها رو گفتی، ساختار پارازایلن چیه؟ بچه ساختار پارازایلن یک حلقه بنزنیه که سمت راست و چپش CA3 که میاد با KMnO4 پتاسیم پرمنگنات تبدیل میشه به ترفتالیک اسید. تیپ چهارم. بله، من دیگه دارم لوشاتلیه رو میگم. میگیم با توجه به واکنش های زیر به پرسش ها پاسخ دهید. میگیم بله، سوال خرداد ماه خارج کشور رو برات آوردم. میگیم در واکنش 1 افزایش حجم. شاگرد عزیزم، افزایش حجم یعنی کاهش فشار. خب کاهش فشار یعنی سمت مول گازی چی میره؟ بیشتر میره. تعادل در چه جهتی میره؟ تعادل در جهت برگشت بیاد. همین توضیح رو بنویسید. چرا؟ چون سمت چپ 4 مول گازه، سمت راست 2 مول گازه. میگه با قرار دادن مخلوط تعادلی واکنش 3 در آب سرد، سامانه کم رنگ تر میشود. آیا واکنش گرماده یا گرماگیر است؟ قطعا گرماگیره. چرا؟ کیو اینجا بوده که شما با کاهش دما به اصطلاح واکنش به سمت برگشت می اومده که بتونه اثر این رو خونسا بکنه. عزیز من،
و اما تیپ پنجم میگه با توجه به اینکه فسفر سفید برخلاف گاز هیدروژن در هوا و دمای اتاق میسوزد، به سوالات پاسخ دهید. میگه کدام نمودار سوختن فسفر سفید را نشون میده؟ بچه نمودار دوم شما. چرا؟ چون ایعاش کمتره، پس در دمای اتاق راحت تر انجام میشه. میگه کدام واکنش در شرط یکسان کنتر انجام میشه؟ یک. چرا؟ هر چقدر که بچه ایعا بیشتر، سرعت واکنش شما هم کمتر میشه. رابطه عکس داره، اینو نگاه کنید، ایعا خیلی بیشتر از اینه. و در نمودار دو حرف آ چه کمیتی نشون میده؟ بچه این داره تغییرات انتالپی رو نشون میده، یا همون دلتا اچ رو داره نشون میده. اما بریم سراغ تیپ ششم. بله، مبدل کاتالیستی. مبدل کاتالیستی شاگرد عزیزم، میگه تعیین کنید این شکل مربوط به معادل کاتالیستی در چه نوع خودروی. بچه بنزینیه نه دیزلی. دیزلی یه مخزن آمونیاک هم داره که اون واکنش خیلی مهمه، بخونید از تو کتاب. میگه معادله شیمیایی حذف هیدروکربن ها. بله، ما هیدروکربن ها میگفتیم CH4O میسوزونه، خب به سوزونه تبدیل میشه به CO2 به علاوه H2O. میگه چرا با وجود این قطعه در گازهای خروجی از اگزوز خودروها یا به هنگام روشن شدن خودروها مخصوصا در فصل زمستان گاز بیشتر و آلاینده بیشتر؟ دلیلش اینه بچه کاتالیزگرها در گستری دمایی معینی کار میکنن و سرعت واکنش شیمیایی رو افزایش میدن. دما اگر اون مطلوب نباشه، اونها کارایی خودشون رو از دست میدن و بازدهیشو میاد پایین. به خاطر همینه که آلاینده های بیشتری خارج میشه، به خاطر همینه در فصل زمستان و سرما آلودگی هوا بیشتر میشه. اما تیپ 7 میگه جدول زیر واکنش به اصطلاح گاز هیدروژن و اکسیژن را در شرایط گوناگون و در دمای 25 درجه نشان میده. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید. میگه نقش پودر روی در این واکنش چیه؟ خب بچه ها نقش چی داره؟ ماشاءالله کاتالیزگر داره. دو، نقش جرقه در انجام واکنش چیه؟ به اصطلاح انرژی فعال سازی رو یا همون ایعا رو به اصطلاح تأمین میکنه. میگه هر یکی از نمودارهای بی و سی کدام آزمایش 3 و 4ه؟ بچه ها بی میشه 3، سی میشه 4. چرا آقای بلواره؟ چون در حضور توری پلاتین واکنش انفجاریه، یعنی به اصطلاح سرعتش خیلی بیشتره. میبینید که قله سی کمتر از قله بی هستش. و اما استفاده از توری پلاتینی در آزمایش 4 چه تغییری در دلتا اچه؟ بچه کاتالیزگر هیچ تغییری بر دلتا اچ، یعنی آنتالپی، سطح انرژی واکنش دهنده و فراورده نداره، به اصطلاح نداره. و اما تیپ 8 که تیپ آخریمون هستش، میگه با توجه به واکنش های زیر به پرسش ها پاسخ دهید. با کاهش دما مقدار فراورده در واکنش یک چه تغییر میکنه؟ بچه واکنش یک دلتا اچش منفیه، یعنی گرماده، پس کاهش دما باعث میشه که واکنش ما در جهت رفت بره، پس غلظت فراورده هامون زیاد یا افزایش پیدا میکنه. میگه با افزایش دما مقدار کا چه تغییری میکنه؟ بچه این واکنش گرماگیره، یعنی کیو این سمته، پس با افزایشش واکنش در جهت مصرفش میره، مصرف دما در جهت رفت، پس چون تو صورت کا غلظت فراورده است، پس کا شما هم زیاد میشه. اما میگیم در دمای ثابت افزایش فشار، خب افزایش فشار مستلزم کاهش حجمه، کاهش حجم یعنی سمت مول گازی کمتر پیش میره، مول گازی کمتر یعنی جهت برگشت. اما من این دوتا نمودار ها هم بهت بگم بچه ها، دلتا اچ مثبت یعنی واکنش گرماگیره، نمودار سطح انرژیش به این صورت هستش. بچه ها میبینید سطح انرژی فراورده بالاتره و این در حقیقت میشه ایعا، انرژی فعال سازیش. و برای دلتا اچ کوچکتر صفر گرماده هستش، پس سطح انرژی نمودار تو
به این صورت از واکنش دنده ها، یعنی فراورده ها پایین تر از واکنش دنده ها، و این هم انرژی فعال سازی. هر چقدر انرژی فعال سازی بیشتر سرعت کمتر، هر چقدر انرژی فعال سازی کمتر سرعت بیشتر. و یادت باشه کاتالیزگر فقط سرعت انرژی فعال سازی رو کم میکنه. یعنی آقای بهواری ما کاتالیزگر بزنیم چی میشه؟ کاتالیزگر بزنیم سرعت انرژی تو اینجوری میشه، سرعت انرژی تو میاره پایین تر و هیچ تأثیری بر دلتا H سطح انرژی واکنش دنده و فراورده نداره. اما اینم از شب امتحانی شما که کار خیلی خفن در مجموعه رایدون و آکادمی کوچینگ تحصیلی به اصطلاح رخشان برای شما انجام دادیم. هر آنچه که نیاز داریم برای کسب نمره 20 من به شما گفتم، توی حین درس هم یه سری نکاتی رو بهتون گفتم، حتما بخونید، حتما و حتما این نمونه سوالو یک بار دو بار حل کنید. از تمام اینها مشابه توی امتحان دارید، مخصوصا شکلای فصل 2. و در آخر یه نکته بگم و پرونده این قضیه رو ببندم، پایین اومدن از یک کوه خیلی خیلی آسون تر از بالا رفتن از یک کوه، ولی فراموش نکن منظره نوک قله دیدنی تر هستش. شما مهم اینی که تو زندگیتون فقط خودتون رو با خودتون مقایسه بکنید، تلاش بکنید هدفمند باشید، عاشق خودتون باشین. عرفان ملواری هستم، عضو کوچیکی از مجموعه راینو، خدمتگزار شما بودم و خوشحالم که در این قسمت تونستم برای شما توی زمینه شیمی یک همایش خوب، یک کلاس خصوصی خوب داشته باشیم و هر آنچه که نیاز دارین رو به شما بگیم. دوستتون دارم، عاشقتونم. با عشق تلاش بکنید در مسیر اهدافتون. اونی که حواسش باید به تو باشه، حواسش هست، به همین زودی ها نتیجهشو میگیرین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، عاشقتونم. زاده شدم من این بار، آماده شدم من واسه این کار، ساخته شدم.